درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 9 خرداد ماه، 30 ماه می، نگاهی داریم به مهندسی انتخابات، سپاه و بسیج. محمد رضا توسرکانی، نماینده رهبر در سازمان بسیج، وظیفه این سازمان را زمینه‌سازی برای حماسه سیاسی عنوان کرده است. توسرکانی گفته که بسیج در انتخابات دخالت نمی‌کند، ولی این دیدگاه که بسیج به هیچ عنوان وارد این میدان نشود و بیگانه و خونسا باشد و هیچ نقشی برای خود تعریف نکند، غلط است. بر مبنای ماده 40 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، عضویت کارکنان نیروهای مسلح در سازمانها، احزاب و جمعیت‌های سیاسی و مداخله، شرکت و یا فعالیت آنها در دستبندی‌ها و مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و مرتکبان به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم می‌شوند. در ماده 47 اساسنامه سپاه آمده است، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از نظر سیاسی و عقیدتی تابع ولایت فقیه بوده و از تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند. در ماده 24 قانون انتخابات ریاست جمهوری هم آمده است، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات هم از امور اجرایی و نظارت را ندارند. در تبصره 4 ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری آمده است، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند. آیت الله خمینی گفته بود برای سپاهی ها جایز نیست که وارد بشوند به دستبندی و آن طرفدار آن یکی، آن یکی طرفدار آن یکی. به شما چه ربط دارد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند که بین سپاهی ها باز صحبت است. خب انتخابات در محل خودش دارد انجام می شود، جریانی دارد، به سپاه چه کار دارد که آنها هم اختلاف پیدا کنند؟ برای سپاه جایز نیست این. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس می گوید خبر داریم که در عین منع شدن سپاه و بسیج از انجام فعالیت سازمانی برای یک کاندیدای مشخص از سوی رهبر، برخی فرماندهان ارشد سپاه با آقای قالیباف نظر دارند و برخی از بدنه این دو نهاد، منظورش سپاه و بسیج، است به دیگر کاندیداها. از شما پرسیدیم علت اخبار متناقض از حمایت قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس، از محمد باقر قالیباف چیست؟ همطور که ببینید کاربران فیسبوک افق، گزینه در درون سپاه برای حمایت از یک کاندیدا اختلاف وجود دارد رو انتخاب کردن. گزینه‌های دیگر میان سپاه و بسیج در حمایت از قالیباف و جلیلی اختلاف است. تأکیدی است بر مهندسی انتخابات توسط سپاه و اینکه سپاه و بیت رهبر در انتخابات هم نظر نیستند. اکثریت کاربران فیسبوک افق تا این لحظه اعتقاد دارند که علت این اخبار متناقضی که از حمایت قاسم سلیمانی از قالیباف شنیده میشه این که در درون سپاه بر سر یک کاندیدا اتفاق نظر وجود نداره و اختلاف هست. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. از طریق گوگل پلاس و توییتر هم میتونید با ما در تماس باشید. برای دریافت فایل صوتی برنامه به افق@voanews.com ایمیل بفرستید. اما نگاه بیاندازیم در هفت پرده به انتخابات و سپاه و بسیج. علی سعیدی، نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران: مهندسی معقول انتخابات وظیفه ذاتی سپاه است. محمد رضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج: حضور حداکثری، انتخابات امن و آرام و انتخاب کاندیدای اسلحه مواضع سگانه بسیج در انتخابات به شمار می روند. در مرحله تایید صلاحیت کاندیداها باید شورای نگهبان نظر دهد و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد. رمضان شریف، از فرماندهان و مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران:
سپاه هرگز به حمایت از کاندیدا یا جریان خاص سیاسی نمی‌پردازد. رأی پاسداران انقلاب اسلامی نیز مانند رأی آحاد ملت و رهبری مخفی است. محمد حجازی، معاون آماد و پشتیبانی ستاد کل نیروهای مسلح ایران: نیروهای مسلح هیچ دخالتی در انتخابات ندارند، اما از تصمیمات نهادهای قانونی حمایت می‌کنند. یحیی جعفری، امام جمعه و نماینده آیت الله خامنه ای در کرمان: یک شب به همراه مهندس سیف اللهی در کنار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه بودیم و از ایشان پرسیدیم به چه کسی رأی می دهیم. حاج قاسم گفت: قالیباف. رمضان شریف، مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران: اخبار مربوط به حمایت یک فرمانده سپاه از کاندیدای خاص را تایید نمی کنیم. سپاه بدون ورود به مصادیق تنها به عرضه شاخصها و معیارهای اسلحه می پردازد. محمد رضا نقدی، فرمانده بسیج: باید ملاکهای انتخاب اسلحه را بیان کنیم. رهبر انقلاب به بسیج و سپاه در خصوص عدم دخالت در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری بخشنامه ندادند، بلکه به صورت شفاهی تذکراتی دادند. مهمان های امشب افق آقای مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار، سردبیر پیشین آفتاب یزد و مشاور پیشین مهدی کروبی، آقای دکتر علیرضا نامور حقیقی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی از تورنتو کانادا. به هر دوی شما درود میگیم، به افق خوش آمدید. آقای واحدی، دخالت سپاه در انتخابات چطور، از کجا و به چه شکلی آغاز شد؟ اگر بخوایم یه تاریخچه مختصری بدیم. به نام خدا، سلام به شما بینندگان و آقای حقیقی. ببینید، من قبل از اینکه بحثو شروع کنم میخوام از کل مهندسین ایران، مهندسین جهان و از عنوان مهندسی اصلا عذرخواهی کنم که این کار متقلبانه رو اسمشو مهندسی میذارم. من خودم چون مهندس هستم یه خورده بر میخوره. حالا شاید مثلا بهترم گفتم نقدی کردن انتخابات، جعفری کردن انتخابات، شورای نگهبان، جنتی کردن انتخابات، نمیدونم یه عنوان اینطوری پیدا میکرد، احمدی نژادی کردن انتخابات. ولی به هر حال، حالا عنوانی که مصطلح شده، من ناچارم صحبت بکنم. دخالت سپاه در انتخابات موضوع جدیدی نیست، اما کمان که دخالت سپاه و تسلط سپاه، دستاندازی سپاه بر سایر شؤون حکومت و کشورداری موضوع جدیدی نیست، اما این رو میشه گفتش که به تدریج اضافه شده. و من هرچی الان تو چند سال تو ذهنم گشتم، عبارت بهتر بدونم کنم، وقیحانه تر شده. نمیخواستم این عبارت رو بگم. ببینید، این دخالت ها وجود داشته، اما در سال 86 یک بار آقای جعفری اومد از یک صحبتی کرد که الان الحمدلله دو قوه کشور، منظورش قوه مقننه و قوه مجریه، در اختیار اصولگراها هست. آقای جعفری فرمانده کل سپاه. بله، آقای شریعت مداری مقاله نوشت در روزنامه کیهان در روز 24 بهمن 86. اون موقع فضا هنوز اینطور نبود که اینقدر با جسارت و وقاحت از دخالت‌هاشون حمایت کنن و بهش افتخار بکنن. آقای شریعت مداری در مقاله‌اش میگه: فرمانده محترم سپاه در سخنان خود از اصولگرایی به عنوان یک جریان مشخص سیاسی یاد می‌کند که امروزه در دو قوه مجریه و مقننه حضور دارد و از بسیجیان می‌خواهد که حمایت از این جریان را برای خود یک وظیفه الهی بدانند. بدیهی است که این اظهارات با رهنمود صریح حضرت امام مبنی بر عدم دخالت نظامیان در رقابت‌های سیاسی در تناقض بوده و نقض صریح دستور عمل ایشان و قوانین موجود است. یعنی در اون تاریخ هنوز به خودشون اجازه نمی‌دادند با این صراحت بیان وارد چند آقای نقدی صحبت کنه، آقای سعیدی صحبت کنه، آقای جعفری صحبت کنه. اما این موقعی که اومدیم جلوتر، آقای جعفری وقتی که اصلا بوی انتخابات ریاست جمهوری هنوز نمیاد، یه بحثی مطرح بود دو سال پیش، در سال 89، سه سال پیش، صحبتی کرد و اومد گفت اصلا آقای خاتمی حق نداره دیگه تو انتخابات بیاد، اصلاح طلبا اگه میخوان بیان یه همچین شرطی داره. امروز کار به جای رسید که وقتی که دختر آیت الله خمینی نامه مینویسه به آقای خامنه‌ای در مورد رد صلاحیت آقای رفسنجانی، سردار نقدی جوابشو میده به جای آقای خامنه‌ای. یعنی الان دخالت دیگه کاملا عریان و علنی شده.
همونطور که عرض میکنم در سایرشون در اقتصاد خیلی علنی دخالت میکنن، در پروژه های نفتی خیلی علنی دخالت میکنن و جلوی دیگران رو حتی میگیرن، نه اینکه فقط دخالت کنن، حتی بیان یک رقابت سالم انجام بدن. هیچ وقت یک نیروی مسلح وقتی میاد در مسئله اقتصاد رقابت سالم نخواهد بود، اما حتی یک رقابت نیم بند و کم رنگ رو هم اجازه نمیدن. به نظر من این یک پکیج کلیه که سپاه بر کل شئون کشور دست انداخته، مناصب سیاسی رو گرفته. یعنی امروز اگر شما به انتخابات نگاه میکنید، از مرحله خط و نشان کشیدن برای کاندیداها تا مرحله بررسی صلاحیت ها تا مرحله اجرای انتخابات و بعد هم از سال 88 بعد یه مقوله بهش اضافه شده، دستگیری، شکنجه و اعتراف گیری از متهمان انتخاباتی. این رو من نمیگم، از اسناد و مدارک خودشون میگم. حالا من یه چیز جالب آوردم، آقای جنتی یه بار لو داده بود این رو روزنامه‌اش، اگه نشون بدیم، صحبت کرد در از انتخابات، این رو اگه دوستان نشون بدن، دقیقاً دو هفته بعد از انتخابات آقای جنتی تو نمایش گفته اعتراف از دستگیر شدگان دارد گرفته میشود. خب این همون چیزی که آقای جزایری هم یک مصاحبه کرد و گفته بود آقای هدایت الله آقایی که البته هنوز محاکمه شروع نشده در اعترافاتش هم چیزی گفته، این هست روز 26 مرداد سال 88 هنوز رو خبرگزاری هست، یعنی خودش اعتراف میکنه که هنوز محاکمه شروع نشده. این معنیش اینه که این زندانیان در اختیار سپاه بودن. یعنی دخالت سپاه در انتخابات رو بیشتر بحث میکنیم، اما من یه نکته رو میخوام اینجا عرض کنم. وقتی من و شما از سپاه بحث میکنیم، اینی که اینجا داریم میگیم، اون سپاهی نیست که واقعا هنوز برای کشور باید به افتخاراتش بالید، اون سپاهی نیست که در کنار ارتش کشور رو حفظ کرد در برابر تجاوز صدام ایستاد، اون بسیجی نیست که همت و باکری در واقع الگوشون بودن، اون بسیجی نیست که حالا علارغم اختلاف نظر داریم مهدی خزعلی ازشون در اومده، من با اینکه با آقای خزعلی اختلاف نظر دارم، منظور از سپاه اوناییه که آقای احمدی نژادشون که برادر اون که اینجا بحث میکنیم، برادران قاچاقچی سپاه، وگرنه سپاهی که عرض میکنم در کنار ارتش برای کشور افتخار آفرید، برای همه ما هنوز محترمه و در مورد اون صحبت نمیکنیم. در مورد اون کسایی صحبت میکنیم که انقدر امروز رسوا شدن که احمدی نژادی که برکشیده اونهاست بشون که برادرای قاچاقچی سپاه، ما در مورد اونها داریم صحبت میکنیم. البته خب طبیعتاً الان در کاندیدای انتخابات هم هستن چند نفری که از فرماندهان سپاه هستن و در مورد اونها بیشتر صحبت خواهیم کرد، ولی اشاره کردید به صحبت های آقای خمینی، خواستگاه هشدارهایی که آقای خمینی میداد در اون دوره، برای که من بخشی از اونها رو ابتدای برنامه خوندم و گفت به هیچ عنوان تشر میزد در واقع به شکلی که سپاه به چه سپاه چه ربطی داره که وارد این مسئله میشه، خواستگاه این بحث ها چه بود؟ ببینید من گمان میکنم هر رهبری در هر نظامی که از اندکی تدبیر برخوردار باشه اجازه نمیده نظامی ها بیش از حد وارد قضیه بشن، چون این خطر کودتا در همه دنیا هست و نظامی هایی که قدرت در اختیارشون هست، سلاح در اختیارشون هست، اگر وارد سیاست بشن قطعا قدرت رو قبضه خواهند کرد. آیت الله خمینی به دلیل اعتماد به نفس بیشتری که از آقای خامنه‌ای داشت و تسلطی که داشت، اصلا من بحثی نمی کنم در مورد عمل کرده ایشون، چیزای قابل دفاع داره، قابل انتقاد هم داره، من میخوام جایگاهش رو مقایسه کنم با آقای خامنه‌ای. ایشون به دلیل اون قدرتی که احساس میکرد و تسلطی که بر حکومت داشت از سپاهی ها نمی ترسید، بهشون تشر میزد. آقای خامنه‌ای امروز نیازمند سپاهی هاست، به خصوص از بعد از سال 88 ادامه حکومتش رو به شدت مدیون سپاهی هاست. اینو من بارها گفتم ولی چون موضوع مهمی تکرارش اشکال نداره. من شاهد بودم که آقای کروبی در مجلس ششم به بعضی از اصلاح طلبا میگفت کاری نکنید که خامنه ای محتاج سپاه بشه. اگر محتاج سپاه بشه اختیار از دست خودش هم در میره. اونها برایش مسلط میشن و زورگویی بیشتر خواهد شد. این اتفاق امروز افتاده. یعنی اگر آقای خمینی تشر به سپاهی ها میزد به نظر من اعتقاد هم داشت. حالا اصلا غیر از بحث‌های عقلانی بحث سیاسی هم درش بود، اگر سپاه مسلط می‌شد مثل همین امروز می‌شد که رهبر باید دنبالشون بره، نمی‌تونه دنبال رهبر بره. این تشرح نشان این هست که در اون موقع در میان فرماندهان سپاه این جسارت وجود داشت که صراحتن مداخله بکنن و بخوان نقش بازی بکنن. قطعاً همینطوره. اینو در محافل سیاسی دوستانی که من درشون در سال 61 و 63 بودم یه عبارت مستعار بود، گفتن هر سپاهی یک ولی فقیه خودش رو می‌دونه. این تلاش رو می‌کنه در همه امور دخالت کنه، اما آقای خمینی تشرح می‌زد بهشون، نمیدونم چقدر بحثا مطرح شده، اختلافات شدید بارها مجبور شدن، مثلا آقای مرحوم آقای محلاتی نماینده آقای خمینی در سپاه بود، یه مدت میفرستن مرخصی آقای طاهری خرم‌آبادی رو جاش میذاشتن برای اینکه خود اختلافات فروکش بکنه، آقای طاهری میفرستن آقای فاکر رو جاش میذاشتن، آقای فاکر میرفت آقای محمدی عراقی مدت موقت میذاشتن. یعنی همین در واقع جایگزینی های موقت نشون دهنده از اختلافات شدید سیاسی سپاه بود و دخالت هایی که میکردن. من یادم یه دوره میگفتن محسن رضایی رفته و دو سه ماه جبهه مونده بود، گفته بود انقدر اونجا میمونم تا شهید شم، برای اینکه دعواها انقدر در داخل سپاه بالاست که من نمیتونم بیام در حوزه فرماندهی.
این واقعیتش همیشه بوده، اما عرض میکنم روز به روز به تناسب ضعیف شدن جایگاه رهبر نظام و احتیاجش به سپاه، تسلط سپاه بر کلیه شئون اما سیاسی و اقتصادی که انتخابات هم بخشش است بیشتر شده. یعنی فهمیدین که آقای خامنه‌ای وصیت آقای خمینی رو در واقع دنبال نمیکنه، اون توصیه‌ای که در مورد سپاه میکنه علتش نیازیه که به سپاه داشته، اون نیاز رو با اصلا تسلطی که سپاه بهشون داره. آقای خامنه‌ای فقط یک وصیت دروغ از آقای خمینی به درش خوردن که آقای احمد خمینی و آقای رفسنجانی به دروغ گفتن آقای خمینی گفته ایشون برای رهبری لیاقت داره، تنها وصیتی که به درش خورد اون باقیشو گذاشت کنار. به نظر من آقای خامنه‌ای امروز اگر آقای خمینی زنده هم بشه حرفا رو بزنه آقای خامنه‌ای تمکین نخواهد کرد. آقای حقیقی اگر مطلبی در موردش که عنوان شد دارید بفرمایید. و پرسش من این هست که چطور سپاه برخلاف قوانین، من تعدادی از اونها رو ابتدای برنامه خواندم، صراحتاً قوانین کشور در جای متفاوتی روشن کرده که نیروهای نظامی، سپاه، بسیج تعریف کرده، تمام اینا رو به جزئیات نباید در انتخابات، در تبلیغات انتخاباتی به هیچ شکلی نباید در این پروسه مداخله بکنن. چرا به این صراحت، به این علنی سپاه، بسیج مداخله میکنن؟ خب انتخابات با انتخابات نوع حضور و برخورد سپاه فرق میکنه. مثلا در انتخابات فعلی به نظر من سپاه هیچ حضور فعالی که نشون دهنده حمایت از یک کاندیدا باشه نداره، ولی بخشش برمیگرده به موقعیت و ساختار قدرت. ببینید سپاه به هر حال، در سپاه و بسیج بنا به دو ضرورت تشکیل شدن و اون هم مربوط به ضرورت‌های مربوط به انقلاب بوده. سپاه تشکیل شد به خاطر اینکه تصور بنیانگذاران سپاه و کسانی که در اون موقع به هر حال صاحب قدرت بودن این بود که تجربه انقلابات شوروی، فرانسه یا نیکاراگوئه نشون میده که نیکاراگوئه هم همزمان با ایران بود، البته نشون میده که به هر حال جریانات مخالف انقلاب و جریانات وابسته به قدرت‌های بزرگ، به ویژه که اون موقع به هر حال آمریکا خیلی عصبانی بود، ناراحت بود که یکی از مهمترین متحدانش از دست داده، اینا ممکنه برن به سمت بازسازی نیروهای نظامی و از طریق قدرت نظامی بخوان که رژیم جدید رو سرنگون کنن، که خب عملا هم یک کودتای نوژه ما داشتیم در این مورد. بنابراین بر مبنای این ترس قرار شد که یک نیروی نظامی درست بشه که بتونه از دستاوردهای انقلاب به قول معروف دفاع کنه. بسیج هم بعد از اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجوان و جریان گروگانگیری در 5 آذر درست شد و عملا هدفش این بود که اگر آمریکا حمله کرد به ایران و جریان گروگانگیری تداوم پیدا کرد، یه نیروی دفاع ملی به همه جانبه داشته باشن. البته نیروی دفاع ملی زمان شاه هم به گونه دیگری بود، ولی نه به این گستردگی. در نتیجه بر اساس همین دو ضرورت این تشکیل شد و خب طبیعیه با توجه به تغییراتی که در درون ساخت قدرت و حوادث بین‌المللی افتاد، کارکردهای اینا هم تغییر کرد. خب بعد از اینکه جنگ پایان گرفت، به هر حال سپاه و نیروهای سپاه، فرماندهی سپاه با توجه به اینکه به هر حال احساس می‌کردن که کشور مدیون اوناست، هرچند که بخششون رفتن تو بخش سازندگی، بخششون وارد تجارت و بیزنس شدن و گروهیشون هم به هر حال مایل بودن که سهم بیشتری از قدرت سیاسی داشته باشن و اونا استدلالشون این بود که در زمانی که مملکت مورد هدف واقع شد، سپاه بود که فداکاری میکرد و طبیعیه که بخوان در مشارکت و تصمیم گیری سیاسی نقش بیشتری داشته باشن. خب وقت این در مرور زمان میبینید که با توجه به تغییراتی که در رهبری ایران رخ داد، در درون سپاه هم جریان چپ و راست بیشتر به سمت میانه و راست عملا تغییر پیدا کرد. جریان چپ از تو سپاه حذف شد، چون موقعی که سپاه تشکیل شد که انضباط حزبی نداشت، جریانی بود که بر مبنای همون چیزی گفتم، دفاع از انقلاب، اعتقادات مذهبی و اعتقاداتشون با آیت الله خمینی در حقیقت درست شده بود. بعد از فوت آیت الله خمینی این تضادها خیلی بیشتر بود، قبلش هم بود، در دوره آیت الله خمینی هم این تضاد چپ و راست تو سپاه وجود داشت، ولی بعد از فوت آیت الله خمینی این تشدید پیدا کرد و بیشتر رفت به سمت گرایش به سمت راست و میانه. بنابراین جریان چپش عمدتاً خیلی هاشون در طول زمان حذف شدن. حالا انتخابات به مرور زمان که اهمیت سیاسی خیلی
جدی پیدا کرد و علایق بقای استراتژیک نظام رو نشون داد، خب سپاه به نظر من احساس کرد بود که روش جدید میتونه سیستم رو دچار مشکل بکنه، بنابراین سعی کردن که حضور بیشتری داشته باشن. در انتخابات 84 اولین بار هست که شما اون بحث رو میشنوید که آقای کروبی انتقاد کرد، آقای موسوی لاری هم و آقای خاتمی هم گفتن بد اخلاقی های انتخاباتی صورت گرفته بر مبنای صحبتی که آقای کروبی کرده بود، ولی حاضر نشدن که انتخابات رو به هر حال ابطال کنن یا بگن که انقدر تاثیر گذاشته که نتیجه انتخابات رو تحت تاثیر قرار داده. ولی در دوره جدید به خاطری که رقابت اصلی بین جناح‌های اصولگراست، به نظر من سپاه در انتخابات دخالت نخواهد کرد. اما در مورد بسیج ببینید یک کل نیست، همونجور که آقای واحدی هم گفتن اختلافات خیلی جدی وجود داره در سیستم بسیج، به این مفهوم که شما سطح فرماندهی داری، سطح نمایندگان رهبری دارید که خب تو این شبکه روحانیت نمایندگان رهبری جریان نزدیک به آیت الله مصباح حضور بیشتری داره و مناطق رو دارید. خب وقتی هر کدومشون موقع انتخابات ممکنه گرایش بیشتری داشته باشن به فرد خاصی، اون وقت این بخش تضادایی که وجود داره، بعد باید ببینیم که از چه طریقی میتونن اعمال نفوذ کنن. ببینید انتخابات چند تا نیرو برای برگزار انتخاب لازمه، یکی نیرو اجراییه، یکی نیروی حراستیه و یکی نیروی نظارتیه. خب نیروی اجرایی عمدتاً از طریق وزارت کشور و وابستگان به دولت هست و خب در این مسیر طبیعیه که بخشی از کسانی که ممکن در بسیج نیمه وقت باشن ممکن حضور داشته باشن، ولی اینجوری نیست که اینها سازمانن همشون به یه نفر رای میدن، اونا هم دنبال علایق شخصی و گروهی خودشون هستن. نیروی حراستی هست که خب اونجا از افراد تمام وقت بسیج ممکن استفاده کنن و پاره وقت، و خب میدونید که در انتخاباتی در لول فعلی که دو تا انتخابات با هم هست فقط در تهران 100 هزار تا نیرو لازمه. حالا حساب کنید در کل کشور حداقل 1,200,000 نفر مجموعی سه نیروه. وقت نیروی نظارتی که توسط شورای نگهبان به کار گرفته میشه فقط در تهران 3,200 شعبه هست، تهران بزرگ. خب این نیروی نظارتی حقوق میگیره وابسته به شورای نگهبانه و طبیعیه باید مورد اعتماد باشه، و توی وضعیت هم خب ممکنه برن به سمت همین نهادهای افرادی که تو بسیجن نیمه وقت پاره وقت و سعی کنن از اینا استفاده کنن برای حوزه نظارتی. خب طبیعیه که در نظارت حراسه. آقای حقیقی، نکته که من چون البته میدونم توضیح مبسوطی دادید خیلی هم روشنگر بود، ولی پرسش اساسی که من داشتم این بود که چرا به رغم اینکه قانون تصریح کرده که نباید سپاه، بسیج و نیروهای نظامی مداخله بکنن به هیچ شکلی و نمونه های روشنش هم هست، اینکه اینها به پرسش گرفته نشدن، مورد مؤاخذه قرار نگرفتن، حاکی از این هست که هیچ نیروی توانی نداره که سپاه و بسیج رو به چالش بکشه و پاسخگو بکنه نسبت به مداخلاتشون؟ و آیا این تداوم اون چیزیست که شما گفتید، یعنی اطمینان از ادامه حذف جریان چپ، اینکه هیچ راهی باقی نگذارن برای اینکه به شکلی اونها فرصتی پیدا بکنن برای بازگشتن به بخشی از قدرت؟ خب ببینید اینکه سپاه قدرتمند شده فقط محل داخلی نیست، در کشورهایی که تهدید خارجی دارن، تهدیدهایی که آمریکا به ویژه علیه ایران انجام داده در دوره جورج بوش، اینها همه یک نوع خطر امنیتی برای سیستم به وجود میاره، و موقعی که سیستم در خطر بقا باشه به این نوع جریانات بیشتر اهمیت میده. ببینید شما آقای اوباما هم که اومد سر کار، مشاور امنیتیش رو رفت از جمهوری خواه انتخاب کرد، آقای جیمز جونز رو، به خاطر اینکه احساس میکرد که هم در اعتماد به نفسی نیست که بتونه مستقل انتخاب کنه، و ترجیح داد که حمایت جمهوری خواه هم تو مسئله امنیتی داشته باشه. در ایران هم اینجوریه. ببینید شما ترکیه رو نگاه کنید، پاکستان رو نگاه کنید، مصر رو نگاه کنید، حتی شما تو اسرائیل اگه نگاه کنی تو کابینه بسیار افراد نظامی هستن که حالا لباس شخصی میپوشن ولی بک‌گراندشون نظامی هست. در کشورهایی که در خطر امنیتی قرار دارن، نظامی‌ها کم کم میان تو ساخت سیاسی و حضور بیشتری به هم میسونه. مسئله تحریمان باعث شد که به ویژه تحریمایی که تو حوزه‌های مختلف شد،
بسیاری از پیمانکاران بخش‌خوستی رو عملاً از صحنه حذف کرد و سپاهی‌ها قدرت بیشتری گرفتن. بنابراین وقتی که قدرت می‌گیرن حضورشون هم بیشتر میشه. ولی من به نظرم در انتخابات فعلی قطعاً سپاه مداخله به نفع هیچ کاندیدایی نخواهد کرد و ولی بسیج با علت اینکه بخشایش که اصلا رسمی نیستند، یعنی غیر رسمی هستند، اونا ممکن هر کدومشون برن دنبال یک کاندیدا و اینجوری نیست که سازمانن به یکی دستور بدن همه برن یک کاری بکنن. ولی گفتم بله. چون تو نظارت، حراست و اجرا حضور دارن، ممکنه تو اون مسیر اعمال نفوذ کنن. آقای کروبی هم در سال 84 استنادش به همین نوع جریانات. من البته مقایسه شما رو با آمریکا اصلا متوجه نشدم که منظورتون چه بود از اینکه حالا دولت مختلف بخوان. مقصودم اینه که نیرو شما وقتی که در سیستم هایی که مسئله امنیت خیلی جدی بشه یک امتیاز دهیای صورت میگیره که ممکن در حالت اوباما عادی وجود نداره. حقیقی آقای اوباما وعده داده بود که دولت دو حزبی تشکیل میده، تلاش میکرد به وعدهش عمل بکنه، نه فقط آقای جیمز جونز و خیلی افراد دیگه، وزرای دیگه‌ای هم از جمهوری خواهان آورد. ما بحثمون بر سر این بود که چرا غیر قانونی نیروهای سپاه و بسیج عمل کردن و کسی اونها رو به پرسش نمیگیره. این بحث بر سر این بود. حالا برمیگردیم بیشتر. سپاه ببینید، سپاه علنا اعلام نمیکنن. ببینید شما خودشون هم میدونن غیر قانونیه. ببینید به عنوان یک نماینده کاندیدا نمیان مطرح کنن، میرن سخنرانی میکنن ولی هیچ وقت رسما مطرح نمیکنن و طبیعیه در سیستم. خب الان چرا آقای قاسم سلیمانی، شما همون آقای شورای نگهبان که آقای حقیقی، الان چرا آقای سلیمانی که نجات غیر قانونی بود، الان آقای سلیمانی که بحثش مطرح شده که از آقای قالیباف مطرح کرده، حمایت کرده، علنا فرماندهان دیگه سپاه بودن، اینا الان داره علنی مطرح میشه در سطح رسانه ها، هم داره منعکس میشه. خود آقای سلیمانی و کسی دیگه هم نیومد اینو تکذیب بکنه. ببینید شما یک فرد ممکنه یه جایی خصوصی یه چیزی به کسی بگه، درسته؟ طبیعیه که فرماندهان سپاه، افراد سپاه قطعا موقع رأی دادن به کسانی رأی میدن. در دور قبلی هم خیلی از فرماندهان جنگ به آقای موسوی رأی دادن، حالا بعضیشون اصلا مطرح هم میکردن. ولی این به معنی این نیست که سپاه به عنوان یه سازمان بیاد پشت کسی. طبیعیه که هر کدومشون ممکنه شخصی رأی داده باشن. اگر آقای قاسم سلیمانی رسما بیاد مطرح کنه، خب قطعا خلاف قانون عمل کرده، چون وزارت اطلاعات هم شامل همین قضیه است. وزارت اطلاعات هم نباید دخالت کنه، قانونا نباید دخالت کنه، برای که هر جا که امنیت دچار مشکل بشه، یعنی امنیت وارد فعالیت سیاسی بشه، قطعا کشور با مخاطره روبرو میشه. یعنی فرماندهان اقتصاد و آیه حقیقی، فرماندهان سپاه، فرماندهان بسیج، الان نمونه شو تو همین هفت پرده دیدیم. آقای واحدی چند نمونه رو گفتن، آقای نقدی، آقای جعفری صراحتا میان موضع گیری میکنن علیه یک کاندیدا و علیه دیگری. دیگه اصلا بحث این نیست که پنهان میکنن یا یک سازمان نمیخواد موضع بگیره، علنا دارن میگن فلان کاندیدا رو رد صلاحیت کنین یا حذفش بکنید یا به فلان کاندیدا رأی میدیم. هیچ ابایی هم ندارن از پنهان کردن این قضیه. من گفتم به شما، ببینید در تمام این مواردی که سپاه موضع‌گیری رسمی میکنه از مواد اساسنامه‌ایش تخلف کرده، درسته؟ این رسیدگی به این تخلفات در چارچوبی که هست برمیگرده به فرماندهی کل قوا و شورای امنیت ملی. اون دو تا مرجع است که میتونن به این موارد رسیدگی کنن و ظاهرا اونها قدرت اینا ندارن که رسیدگی بکنن، اینطور میفرمایید؟ طبیعیه، میگم در ساخت قدرتی که فعلا وجود داره، شما شورای نگهبان هم تخلف کرد در انتخابات قبلی که سه عضوش اومدن از آقای احمدی نژاد حمایت کردن، عملا از صلاحیت عدالت ساقط شدن. ولی خب اون به اون شکل نیست که تمام این موارد تخلف مورد رسیدگی قرار بگیره. اگر این تخلفات رسیدگی قرار میشد که اصلا آقای احمدی نژاد 88 اصلا نماد صلاحیتش رسیدگی میشد و این تایید میشد و این مسائل پیش میومد. به هر حال مسئله تخلفات در ایران تو حوزه های مختلف توسط گروه های مختلف وجود داره و این چیزیست که به هر حال جنبش اصلاحی هم دنبال این است که قطار رو برگردونه تو مسیر درستش. آقای واحدی، های حقیقی میگن سپاه در این انتخابات 24 خرداد میگن دخالت نخواهد کرد و ماجرای آقای سلیمانی رو هم گفتن که اگر ایشون بیاد علنا بگه. اگر در مورد اینکه سپاه در این انتخابات نقش داره، نشان داده که نقش بازی میکنه و نقش بیشتر بازی خواهد کرد، توضیح بدید و در مورد این رابطه در واقع حمایت آقای قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که فرد کمی نیست، به شکلی که فرد بسیار محوری است در سپاه، شخصیتی است که سالهاست در موردش صحبت هست، از آقای قالیباف چه معنی داره؟
من اجازه میخوام اول دو نکته بگم. آیه حقیقی اشاره کردم به اینکه تشکیل سپاه یکی از ضرورت‌های انقلاب بود، انقلابی شروع برای حفظ انقلاب. اگه ما برگردیم سن من و شما، آیه حقیقی حداقل ایجاب میکنه که یادمون بیاد واقعا اگر ارتش پشت انقلاب مردم ایران نایستاده بود، انقلاب اصلا پیروز نمیشد. یعنی کافی بود ارتش وظیفه عادی خودش در حمایت از نظام موجود انجام بده، همون کاری که سپاه امروز داره انجام میده، دفاع خونین میکنه از نظام موجود. اگر ارتش هم این کارو می‌خواست اصلا انقلاب انجام نمیشد. یعنی به نظر من با وجود ارتش اصلا نیازی به سپاه به معنا نبود، حتما با حمایت ارتش اتفاقا در اون دوره اکثریت مردم انقلاب رو می‌خواستن و از ارتش حمایت کرد. اگر در دوره جنگ بسیج ضرورت ایجاد کرد، به دلیل توطئه ای بود که تحت عنوان کودتای نوژه انجام شد. یک عده نابخردانه کودتای انجام دادن که در اون موقع هر کسی میدونست کودتا علیه اون انقلاب به پیروزی نخواهد رسید، بعدن به اون بهانه ارتش رو اصلا پاشیدن، طبیعتاً ضرورت ایجاد میکرد. اما اشاره کردن در بعضی از کشورهای دیگه هم سپاه ارتش و نظامی دخالت دارن، بله در ترکیه در مصر نظامی دخالت دارن، اما انقدر اونها محترم هستن و انقدر مورد احترام مردم هستن که میتونن نقش دوره واسط رو اجرا بکنن. در مصر اگر نظامی ها وارد نمیشدن، معلوم نبود انقلاب چقدر میخواست خونین بشه و کشتار بده. آیا واقعا سپاه ما امروز نقش ارتش مصر رو میتونه ایفا بکنه؟ اصلا کسی میتونه توهم بکنه که یک موجود منفوری مثل نقدی بیاد جای تنتابی در مصر رو ایفا بکنه؟ هیچ کس باور نمیکنه. یعنی به نظر من یک نوع قیاس مع الفارق، اگرچه طبیعتا یک انقلابی که تشکیل میشه شاید نیاز به نیروهای خودش داشته باشه. اما ببینید، ما وقتی من همونطور که توضیح دادم وقتی از سپاه صحبت میکنیم، یک سری امروز داریم در مورد افرادی صحبت میکنیم، یک سری نیروی مسلحی که نمیشه عنوان مقدس نظامی رو بهشون داد. فرق هم نمیکنه چه سرلشکر بسیجی آقای فیروزآبادی باشه، چه سردار نقدی که قیافش ببخشید من میگم به لاتای چاله میدون میشه، میخواد یک نظامی استاندارد. آقای فیروزآبادی در سال 88 در آستانه انتخابات سال 88 صحبت کرده، من جمله ایشون رو بعد این برگردونم بخونم، چاره ندارم. میگه که بعضی ها معتقدن میتوانن یک کاندیدای ریاست جمهوری جدید معرفی کنن و مسئله احمدی نژاد رو تمام کنن، ولی این اتفاق نمیافتد. یعنی رسما ایشون در هفت بهمن 87 پیشاپیش میگه رئیس جمهور بعدی احمدی نژاد خواهد بود، که من همون موقع سرمقاله نمیشم در افتابی از خاتمی، کروبی و میرحسین رحمت را کم کنن، چون موقع هنوز آقای خاتمی هم مطرح بود در کاندیدایی. آقا با این حرفا مشخصه چرا آقای خود هم خودشون به زحمت میندازن هم مردم رو. با این شرط میخوام بگم اینکه ما بگیم سپاه دخالت نمیکنه، تازه اون روز عرض میکنم مثل امروز آقای نقدی از قبل نمیومده خط نشون بکشه، آقای جعفری از قبل خط نشون نمیکشه، خیلی رسمی خط نشون میکشن. ببین تو مرحله اجرای انتخابات هم من عرض کردم، خدای حقیقی اشاره کردن ناظران انتخابات همشون نیروهای بسیج هستن. در کلیت انتخابات ایران از بخش‌های مختلفش، حالا انتخابات مجلس یک چیزای اضافه داره مثل تحقیقات محلی و غیره و غیره، تو تحقیقات محلی رو نیروهای سپاه انجام میدن، جالبه نیروهای بسیج انجام میدن. جالبه آقایون میگن که ما در تحقیقات محلی یه چیزایی کشف میکنیم که در چیز رسمی وجود نداره، مثلا یکیش اشتهار به فسق و فجور، بدنام بودن. من نمیدونم مثلا بدنام بودن برای نفری که مثلا غذاشو به جای بشقاب تو قالیپاق غذا میخوره که تو مراجع غذایی وجود نداره. خب اگر کسی یک کاری انجام بده که به لحاظ قانونی خلاف باشه و جرم باشه، خب بعد در مراجع قضایی پرونده داشته باشه. مثلا اینه که کسی با کت و زیر شلواری میاد تو خیابون یا نه، یک کار خلاف قانون انجام بده. این که ما بگیم دخالت نمیکنن، به نظر میاد موقع تعارف دخالت رسمی میکنن، خیلی علنی هم میگن، عرض میگم خط نشونه هایی که میکشن. اما در مورد آقای سلیمانی و حمایتی از آقای قالیباف کرده، به نظر من یک نکته خاص وجود داره. رفتار آقای خامنه ای کم کم داره حتی نزدیکترین افرادش رو خسته و منزجر میکنه. آقای سلیمانی به خوبی میدونه که آقای قالیباف رئیس جمهور نخواهد شد، آقای خامنه‌ای زیر بار قالیباف نمیره. امیدوارم برعکس نشون دادن، ما هرچی میگیم سعی میکنم برعکس انجام بدن، این تبلیغ برای قالیباف نشه. ولی به دلیل خطری که روحیات شخصی که قالیباف داره، جسارتایی که داره و رفتاری به خصوص بعد از انتخابات 84 ازش دیدن، من خودم شخصا شاهد بودم در مورد آقای خامنه‌ای چه میگفت، اومد اون دفتر آقای کروبی، به نظرم چون میدونه قالیباف نمیخواد بشه، داره با آقای خامنه‌ای و آقای سلیمانی میگه اینطور نیست که تو هر کاری بخوای بتونی انجام بدی، به خصوص بعد از رد صلاحیت آقای رفسنجانی. ببینید امروز دیدم آقای راستی کاشانی یکی از رفقای بسیار نزدیک آقای خامنه‌ایه، اصلا در یک دوره‌ای هم مباحثه آقای خامنه‌ای شروع بر از رهبری که چون هم زمان با استفاده از وایتکس برای سفید کردن ریشش بحثای فقهی هم انجام میداد که آیت الله بشه، آقای راستی هم مباحثش بود. آقای راستی کاشان امروز اعتراض کرده به رد صلاحیت آقای هاشمی. من یقین دارم آقای قاسم سلیمانی از رد صلاحیت آقای هاشمی راضی نیست، نه اینکه دلش برای رفسنجانی بسوزه، احساس میکنه آقای خامنه‌ای داره تمام سابقون رو حذف میکنه و نوبت به سپاهی‌ها خواهد رسید. داره به آقای خامنه‌ای میگه اینطور نیست که تو اگر تصمیم گرفتی یه شب یه نفر بکشی بالا ما تمکین کنیم، علنی میگه و بعدم وقتی میان روابط عمومی سپاه تکذیب میکنه، بعد روابط عمومی سپاه موظف میشه بگه منظور حرف آقای سلیمانی نبود، یعنی در واقع تثبیت میکنن که آقای سلیمانی حرفو زده.
عرض میکنم به نظر من قاسم سلیمانی میداند که قالیباف رئیس جمهور نخواهد شد، اما یک پیام برای آقای خامنه‌ای میخوام بگم. این از اون مقوله کلی که ما میگیم سپاه من بدم، این فردی که در واقع نهای یحیی جعفری که امام جمعه کرمان هستشون نماینده آقای خامنه‌ای در کرمان، و از معدود افرادی هم هست. آقای خامنه‌ای معمولا چند سال یه بار عوض میکنه، از معدود افرادی که سالهای سال در اونجا آقای یحیی جعفری نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمان، سالهای سالی که ایشون اونجاست، در یه دوره گرایشه با آقای رفسنجانی هم داشته ولی انقدر با آقای خامنه‌ای نزدیکی عوضش نکردن. من عرضم چیز دیگه، حتی هم گفته که فقط هم آقای قاسم سلیمانی نیست، از افراد دیگه مهندس سیف اللهی هم اونجا بوده، بعد اینا رو گفته همشون طرفدار. نه عرض می‌کنم ببینید، بعد از اینکه تکذیب شد توسط سپاه، بعد یک توضیح مجدد دادن که منظورمون حرف آقای سلیمانی نبود، یعنی در واقع اینو تثبیت کردن که آقای سلیمانی حرف زده. من عرض می‌کنم این بیش از اینکه هدفش حمایت سپاه از آقای قالیباف باشه، یک پیام برای آقای خامنه‌ای که آقای خامنه‌ای فکر نکن تو آدمی هستی که هر چیزی خواستی هر تصمیمی گرفتی هر کسی رو از تو جوب بگیری بیا رئیس جمهور بکنی. چرا توی رسانه‌ها اجازه میدن اگر که با این اخبار ممکنه مشکل داشته باشن، چرا این اخبار به راحتی در نشریات و در سایت‌ها میچرخه؟ سپاه همونطور که برای آقای خامنه‌ای مسلطه، بر بعضی از رسانه‌ها مسلطه. سپاه اینطور نیست که میگم گذشت زمانی که آیت الله خمینی واقعا بر سپاه مسلط بود، اگرچه همون موقع هم یک شیطنتایی می‌کردن، اما آقای خمینی واقعا مسلط بود برشون. عرض می‌کنم هم بسته به اعتماد به نفسش بود و هم جایگاهی که در بین مردم داشت اصلا قابل مقایسه با آقای خامنه‌ای نیست. آقای خامنه‌ای امروز عرض می‌کنم همونطور که سپاه می‌تونه با آقای خامنه‌ای بعضی مسائل دیکته کنه، همونطور که می‌تونه سرکوب کنه به خاطر حفظ نظام، می‌تونه به رسانه‌ها هم از چیزا رو دیکته کنه. می‌تونه سنا بود که شما اشاره کردید، خب حرف آقای سلیمانی حرفی زده شده بود، بعد یک چیز کلی هم سپاه گفتش که ما دخالت نمی‌کنیم، از کسی حمایت نمی‌کنیم، می‌تونن پرونده رو ببندن که موظف میشن دوباره بیان یک جوری توضیح بدن که منظور از این حرف آقای سلیمانی نبوده و در واقع تثبیت کنند که آقای سلیمانی از آقای قالیباف حمایت کرده. این اتفاقا همونی که ما بحث میکنیم، سپاه بر کل شؤون کشور دست داره، بر قوه قضاییه دست داره. من فقط میگم توضیح بدم، اونجا گفتم آقای جزایری اشتباه گفتم، سردار جوانی اون حرفو در مورد آقای زده بود در 26 مرداد 88 گفته بود که آقای که هنوز محاکمه شروع نشده اعترافات اینچنین اونچنان کرده. خب همونطور که در مسائل قضایی دخالت دارن، در مسائل اقتصادی دخالت دارن، برادرای قاچاقچی سپاه میشن بر حوزه‌های نفتی. حالا بینشون بر سر در درون سپاه، چون صحبت کردیم که آقای حقیقی هم گفتم سپاه یک کلیت نیست، همینطور که بحث شد فرماندهان در درون بدنه ممکن اختلاف دیدگاهی باشه. که فکر می‌کنین الان با این بحثی که مطرح شد، موزگیری آقای سلیمانی و نه فقط ایشون، چندین فرمانده دیگه سپاه، آیا در درون سپاه اختلاف نظر جدی هست بر سر اینکه چه کسی قراره بعدن رئیس جمهور در همین انتخابات رئیس جمهور بشه؟ به نظر من آقای خامنه‌ای خیلی در مورد نگرانی نداره. اون چیزی که مهمه اینه که کسی که ممکنه کاندیدای اصلاح طلبا تلقی بشه رئیس جمهور نشه، که نخواهد شد. بقیهشون فرق نمی‌کنه، چون اصلا رئیس جمهور جایگاهی دیگه نداره در حکومت ایران. آقای خامنه‌ای یه نفر رو میخواد که بعد از 8 سال بیاد بگه همه تقصیر این بود، یعنی اصلا انگار نه انگار این آدم کسی بوده که احمد نژاد رئیس جمهور کرد، انگار نه انگار که در اردیبهشت 88 گفته چیزهایی که در مورد مسائل اقتصادی سیاست خارجی دولت میگن همش دروغه، من به عنوان کسی که از همه بهتر میدونم دولت موفق بوده، انگار نه انگار این حرفا رو زده. آقای خامنه‌ای آدم میخواد که 4 سال دیگه دوباره بگه تقصیر این بوده، این بود که کار خراب شد. براش هم فرق نمیکنه جلیلی و من خیلی سریع بگم جلیلی و روحانی و ولایتی و قالیباف اینا هر کدوم بشن هیچ کاری نیستن تو کشور. آقای روحانی هم حتی بشه تفاوت زیاد نمی‌کنه، آقای روحانی سوابقش مشخصه، من قصد تخریب کسی ندارم، ولی واقعا اینکه ما ذوق زده بشیم بگیم که حالا آقای خاتمی نشد، آقای رفسنجانی نشد، روحانی نشد، قالیباف، حالا ولایت هم بدکی نیست، اگه نشد آخرش هم مثلا جلیلی هم پسر خوبیه، جانباز خوشتیپ، حداقل لباسش بهتر از احمد نژاد، خوشبوتر از احمد نژاد. ببینید این روشی که داریم پیش می‌ریم دلیلش اینه که ما داریم عقب نشینی می‌کنیم. آقای خامنه‌ای هم خیلی خوب فهمیده هر کدوم از اینها رئیس جمهور بشن، امروز ببینید رئیس جمهور وزیر نمیتونه جابجا کنه، قانون نمیتونه تصویب کنه، دارن امروز میگن که چرا خانواده‌اشو با خودش برده نیویورک، یعنی کارش به جایی رسیده که در خیلی از کشورهای دنیا این باب وقتی که رئیس جمهور یک سفر خارجی میره، ببینید سفر خارجی که هواپیما داره میره تاثیر چندانی هم نداره، اینکه حالا 5 نفر سوار شن 10 نفر، دارن به جایی میرسن که آقا رئیس جمهور آینده هر کس هست بداند یک سفر هم که میخواد بره باید بره از رهبر بپرسه. البته مرحله بعدش هم اونجوری آقای صدیقی در نماز جمعه گفتن که رئیس رهبر حق داره زن رئیس جمهور رو در خانه‌اش بدون اجازه خودش طلاق بده. البته بسیار از آقایان استقبال میکنن از این حرف آقای صدیقی، اما داره به این مرحله میره که نه تنها اختیارات سیاسی نداره، در مسائل شخصی هم اختیاری نداره. به همین جهت فرق نمیکنه، مثلا اختلاف درون سپاه خیلی برای آقای خامنه‌ای نگران کننده نیست. اما از کون میکنم اینو من تاکید دارم بگم، موضوع آقای سلیمانی رو من در دستبندی که بخش‌های مختلف سپاه از کاندیدای مختلف حمایت می‌کنن نمی‌گذارم، اینو می‌ذارم یک هشدار به آقای خامنه‌ای. آقای حقیقی بشنویم واکنش شما رو در مورد این بحث به آقای سلیمانی و قالیباف، و اینکه آیا میان وقتی نگاه می‌کنیم این چند روزه به این تصاویر ویدیوهایی که از این گردهمایی‌های انتخاباتی پخش شده، جمعیتی که جمع شدن برای صحبت‌ها و سخنرانی آقای قالیباف و آقای جلیلی
نسبتاً قابل توجه هستن. بقیه سختی میشه 50-60 نفر رو تو این جمع دید، ولی جایی میرن و حتی تیپ افرادی هم که در این دو سخنرانی آقای جلیلی و قالیباف هستن تا حدودی روشن هست. فکر میکنید که بین سپاه و بسیج الان یک شاکشی هست بر سر اینکه آقای قالیباف رو جلو ببرند یا آقای جلیلی؟ اساساً چنین اختلافی رو میبینید الان در، حالا صرف نظر از اینکه رئیس جمهور به گفته آقای واحدی اختیار چندانی داشته باشه نداشته باشه، به عنوان یه بخشی از به هر شکل نهاد قدرت که ممکن اینها در پیش باشن؟ بله، فقط یه نکته قبلش توضیح بدم در مورد صحبت آقای واحدی. ببینید در مورد، بله، در مورد ارتش که اشاره کردن، احتمالاً آقای واحدی یادشون هست اول انقلاب جریان چپ، حزب توده، چریکای فدایی خلق، مجاهدین خلق، همه اینا شعار انحلال ارتش میدادن. اونا تئوریشون این بود که این ارتش امپریالیستیه، وابسته به امپریالیسته، از تکنولوژیش، از فرهنگش، از تربیتش، و تا این ارتش منحل نشه در حقیقت انقلاب نمیتونه به سامان برسه. و خب شاید همون وضعیتی که بعد تو عراق ایجاد شد و آمریکا ارتش عراق رو منحل کرد ممکن بود یه بی‌سامانی ایجاد بشه، ولی آیت الله خمینی این کار رو نکرد و حاضر نشد تحت تاثیر فشاری که جریان چپ درست کرده بود، چه چپ اسلامی چه چپ مارکسیستی، ارتش رو منحل کنه. و طبیعی بود که در اون فضا، چون ارتش بی‌طرفی خودش رو اعلام کرده بود، آقای الو بله بفهم بله آقای قره‌باغی به خاطر سیاستی که آقای قره‌باغی به کار برده بود و ارتش بی‌طرفی اعلام کرده بود، طبیعی بود که با توجه به تقاضاهایی که در درون جامعه بود و فشارهایی که تو افکار عمومی ایجاد می‌شد، سپاه به عنوان یک جریان کناری به وجود بیاد که بتونه در صورت ضرورت امکان اینی که کودتایی رو بشه کم کنه. اگر شما به یادداشت‌های سفیر آمریکا نگاه کنید، سفیر آمریکا بعد 17 شهریور به آمریکا پیشنهاد میده که شاه رو بردارن، ارتش رو نگه دارن و بعداً ارتش میتونه با توجه به وفاداری که به بسیاری از سرانشون به آمریکا یاد دارن، بعداً میتونه یک کودتا علیه انقلاب بکنن. پس بنابراین این نگرانی ها بود که مسئله سپاه رو ایجاد کرد و در اون فضایی که به وجود اومده بود، اون فضا رو باید در نظر بگیریم تو اون جوی که چپا و مجاهدینا تقاضای انحلال ارتش میکردن. اما نکته دومی که مطرح است در مورد وضعیت انتخاباتی، ببینید الان کشور با یک چالش های جدی روبرو است. این چالش ها چالش امنیتیش در وهله نخست ایران در مورد مسئله سوریه، مسئله عراق، رقابت هایی که با عربستان سعودی داره، با چالش های امنیتی خیلی جدی روبروه و همچنین بحرانی که مسئله شیعه و سنی در پاکستان به وجود آورده در افغانستان. پس بنابراین این یک چالش امنیتی. دومی مسئله چالش اقتصادی است که در حدی که کلیت نظام رو میتونه مورد مخاطره قرار بده، و چالش با قدرت های بزرگ در مورد مسئله هسته ای. پس بنابراین ایران با دو تا چالش امنیتی خیلی جدی روبروست که میتونه تمامیت ارزش رو با خطر و بحران مواجه کنه. حالا راه حلش این هست که شما بتونید مسئله انسجام سیاسی رو حفظ کنید، قدرتتون رو ببرید بالا که بتونید این دقیقت قطار رو، قطاری که آقای احمدی نژاد و نهادهای طرفدار آقای احمدی نژاد بردن به سمت جدا، برش گردونن توی مسیر حداقل با ثبات‌تر و جامعه بتونه یک آرامش روانی و آرامش فکری پیدا کنه. حالا این بنابراین از این زاویه باید نگاه کنیم. انتخابات رو نباید از زاویه اینی که حالا آزاد تقلب میشه تقلب نمیشه نباید نگاه کنیم. انتخابات یک اقدام سیاسی در این وضعیتی که داریم. همیشه هم انتخابات خیلی مهم بوده. ببینید مهم نیست کی برنده میشه، ولی انتخابات همیشه یک دیسکورس جدید در ایران به وجود آورده. اون جابجایی لایه‌های قدرت همیشه تأثیرش رو در ساخت و رقابت قدرت به وجود آورده. شما ببینید 76 یک جریان آورد سر کار، 80-84 شما می‌بینید این جامعه دائما در حال پوسندازیه، یک تغییرات استراتژیک پیدا می‌کنه که انتخابات ریاست جمهوری چون 10% قدرت هست تأثیر می‌ذاره. نکته سوم هم که در دولت‌های نفتی به هر حال حضور در قدرت خیلی تأثیر داره در جامعه. اینجور نیست که به راحتی بشه بیرون قدرت گفتمان سازی کرد یا نیروی سیاسی بسیج کرد. حضور در قدرت کمک می‌کنه در
ساختایی که دولت با پول نفت داره اداره میشه. پس بنابراین انتخابات ریاست جمهوری بخشی از کارکردش اینه که افراد بمونن بتونن توی پالیتی قدرت بمونن. مثلا حضور آقای عارف میتونه کمک کنه که اصلاح طلبا در اون پالیتی کم و بیش باقی بمونن تا خودشون بتونن بازسازی کنن، چون اصلاح طلبا عملاً با یه گیجی، با یه ابهام، با یه فقدان استراتژی و عدم شفافیت روبرو هستن که میخوان چیکار بکنن. حضور آقای عارف از این بابت میتونه به اینا کمک کنه، نه اینکه برنده بشن در انتخابات، چون گاهی اوقات حضور فقط به عنوان برنده شدن نیست، به عنوان این هست که شما بتونید نیرو سیاسیتون رو حفظ کنید که بتونید بازسازی کنید. اما در مورد آقای قالیباف و آقای سلیمانی گفتید، حالا با اون بحرانی که من گفتم، یعنی بحران امنیتی، بحران مسئله حاکمیت ارضی و مسئله تولید اقتصادی، خب طبیعیه که کسانی که توی جنگ بودن بالاخره مایه گذاشتن، همون چیزی که آقای وایدی گفتن، مثل آقای سردار باکری و غیره، اینایی که به هر حال انقلاب از خودشون میدونن و براش فداکاری کردن، مایل نیستن که سرنوشت کشور حداقل بخش اجراییش به راحتی وارد آزمون خطا بشه. یک بار در مورد آقای احمدی نژاد این اشتباه تکرار شده، الان حاضر نیستن در مورد آقای جلیلی این اشتباه رو به طور مجدد تکرار کنن. یعنی که آدمی که اصلا سابقه اجرایی نداشته در حد کار دبیرخونه یا کار فکری کرده بیان یه دفعه تو این وضعیت بدن دستش. بنابراین اونا مایلن به یک نیروی کارآمد مقتدر که بتونه اون ثبات رو برقرار کنه. در مجموع به خاطر همین اگر دقت کرده باشید اکثر فرماندهان جنگ کم و بیش از آقای قالیباف حمایت میکنن. حالا اونایی که بازنشسته هستن ممکن هستن تو ستاد آقای قالیباف فعالیت کنن، و اونایی هم که دارن هنوز خدمت رسمی میکنن به طور شخصی ممکن نظرشون رو بگن، ولی به طور رسمی اعلام نخواهند کرد. و به خاطر همین که چون این گرایش وجود داره، از طرف آقای رضایی هم هست که به هر حال تو سپاه هم اون کم و بیش نفوذی داره، بین آقای جلیلی، آقای رضایی، آقای قالیباف به خاطر اینکه میتونه اختلاف جدی ایجاد کنه و چون شانس اول رو هم به هر حال اینا میدونن، یعنی بین آقای جلیلی و آقای قالیباف، به نظر من سپاه مداخله رسمی نخواهد کرد یا حداقل در سخنرانی علنیشون به نفع کاندیدا موضع نخواهند گرفت، چون الان در میان کاندیداها هم کسی نیست که اونا احساس هراس داشته باشه. مثلا آقای رفسنجانی نیست، شاید آقای رفسنجانی اومده بود این سخنرانی‌ها علی آقای رفسنجانی بیشتر میشد، ولی چون همچین وضعیتی است به نظر من اینها میرن به این وضعیت. و حضور آقای سلیمانی هم در حمایت از آقای قالیباف از اون منظره، چون اونا به نگاه استراتژیک دارن مسئله امنیت به تمامیت ارضی و معتقدن که بایستی یه آدم کارآمد بیاد سر کار، و آقای جلیلی رو فاقد کارآمدی میدونن و بقیه هم خب اصلا ممکنه امکان پیروزی نداشته باشن. یعنی میفرمایید بین بیت رهبری و فرماندهی سپاه اختلاف روشن هست بر سر اینکه آقای قالیباف یا آقای جلیلی رئیس جمهور بشن؟ ببینید، اینکه رهبری از کی حمایت میکنه ممکنه، چون خودشون گفتن که ما از کسی حمایت نمیکنیم، علائم و نشانه هایی هست که کسانی که مثل قرارگاه عمار، وابستگان قرارگاه عمار، مثل آقای طائب، مهدی طائب، مثل آقای پناهیان، مثل آقای رسایی، اینا خب اومدن حمایت کردن از آقای جلیلی، ولی معلوم نیست که آقای خامنه ای شخصا از آقای جلیلی حمایت کنه. به نظر من آقای خامنه ای منتظر خواهد شد در روزهای آینده نظرسنجی ها رو ببینن، و اگر ببینن که فاصله بین آقای جلیلی با دیگران زیاده، به نظر من اگر هم مایل باشن که آقای جلیلی بیاد سر کار، احتمالاً از اون دست خواهند کشید. چون اگر این انتخابات کسی که پیروز میشه با رانت پیروز بشه، قطعاً انتخابات کمک نمیکنه به انسجام حاکمیت و مسائلشون رو بیشتر خواهد کرد. چه کسی در اینکه به هر حال دولت آقای احمدی نژاد، چه کسی در بیت رهبری آقای حقیقی مخالف اینه که آقای قالیباف به قدرت برسه، به ریاست جمهوری برسه؟ ببینید، ما اطلاعات خاصی نداریم، یعنی که مستند و فکتوال بتونم به شما بگم، ولی به هر حال طبیعی بیت رهبری که یه نفر نیست که، به هر حال اونجا مثل سازمان‌های دیگه موافق و مخالف داره. ببینید شما آقای احمدی نژاد که می‌خواست بیاد سر کار 88، تو خود بیت رهبری هم فرض کنید خیلی شایع بود، نمیدونم چقدر بود. مثلا آقای حجازی هم با آقای احمدی نژاد مخالف بوده. میدونید آدم مخالف ممکنه زیاد باشه با یک نفر کاندیدا، ولی روند امور، تعامل، موضوعاتی که پیش میاد همه ممکنه مسیر رو عوض کنه و به سمتی بره که هیچ کس پیش بینی نکنه. 84 هم هیچ کس پیش بینی نمیکرد آقای احمدی نژاد بیاد سر کار. الانم به نظر من میتونه اتفاق باشه. ببینید در ایران
همه این پلنایی که افراد میکشن برای اینکه یه چیزی رو پیش ببرن ممکنه اولش خوب باشه، ولی هیچ کدوم از اون پلنا کامل از آب در نمیاد. بس بنابراین من فکر میکنم که اگر انتخابات در روزهای آینده نظرسنجی ها یا سطوح اجتماعی نشون داده بشه که یک نفر خیلی جلوه، به نظر من همون برنده خواهد شد و دخالت خیلی مؤثری که آرا رو به سمت دیگری تغییر بده صورت نخواهد گرفت، برای اینکه تفاوت خیلی زیادی در مخالفت با ساخت قدرت وجود نداره. یعنی اینجوری نیست که مثلا آقای قالیباف ضد انقلاب باشه، آقای جلیلی سمبل انقلاب باشه. نه، آقای قالیباف از لحاظ حضور در نهادهای حاکمیت، کارآمدی و قدرت بیشتر از آقای جلیلی سابقه داره. یا حتی آقای عارف هم همیشه مورد تایید بوده، همیشه در چارچوب نظام صحبت کرده و برخورد کرده، آدم پاک دسته، هیچ مشکلی نداشته، بنابراین کسی هم احساس خطر ازشون نمی‌کنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که مداخله مؤثری به نفع کسی و علیه کسی دیگه صورت بگیره. باید ببینیم که جامعه چجوری پشت کدوم جریان بسیج میشه و چقدر میان رأی میده. خیلی کوتاه بفرمایید آقای حقیقی، چقدر شما از منظر تحلیل به این قضیه باور دارید که فرماندهی سپاه، همون بخشی که الان پشت آقای قالیباف هستن، حاضرن که یک بار دیگه بپذیرن که به آقای خامنه‌ای بیاد و یک کاندیدایی رو مثل همون روشی که در مورد آقای احمدی نژاد انجام داد و موارد دیگری که تصمیم گیری هایی که نتایج مخربی داشته رو دوباره تکرار بکنه؟ اگر بخوان، ببینید، من بعید میدونم که، گفتم شرایط اوضاع احوال جوریست، چون هم آقای احمدی نژاد در وزارت کشور هست، حتی آقای احمدی نژاد حاضر هر تقلبی رو علیه آقای قالیباف بکنن، چون به شدت اونا مخالف آقای قالیبافن و بیشتر احساس نزدیکی با آقای جلیلی میکنن. ولی اگر تخلفات به گونه‌ای باشه که آقای جلیلی بخواد با رانت بیاد سر کار، یعنی با رانت ویژه‌ای بخواد بیاد سر کار، خب من به نظر من فرماندهان اصلی سپاه مخالفتاشون رو بروز میکنن، ولی چون نظامی هستن نوع ابراز مخالفتشون فرق میکنه. شما در علیه آقای احمدی نژاد هم خیلی صحبت، آقای صفوی استعفا داد، همون پیمای اول 84 آقای صفوی استعفا داد به خاطر که مخالف بود با آقای احمدی نژاد، ولی مخالفت ها رو در بیرون مطرح نمیکنن به خاطر که نظامی هستن و اینها رو در حلقه هایی که دارن و روش کریدورهایی که میتونن پیام برسونن مطرح میکنن. بله. و خب طبیعیه که اگر آقای جلیلی بتونه رأی مردم بیاره اونا چیزی نخواهند گفت، ولی اگر میگم بخوان به طور ویژه حمایت خاصی از آقای جلیلی بشه، اونها احساس مخاطره میکنن که آقای جلیلی فاقد توانایی است که بتونه مدیریت کشور رو به پیش ببره، به ویژه که از رفتار آقای جلیلی هم در شورای امنیت ملی ناراضی هستن. شما میدونید آقای مرتضوی هم مدعی شد که دستور کریزک رو آقای جلیلی بهشون داده، همون موقعی که بحث کریزک مطرح شد گفت من دستور از دبیر شورای عالی امنیت ملی گرفتم. بله. بنابراین این مسائل وجود داره و اونا از توانایی ایشون در شورای امنیت و جنبندی مسائل امنیتی کم و بیش ناراضی هستن و طبیعیه که در موقعی که در اون لول ایشونو قبول ندارن، در لول ریاست جمهوری حتما ایشونو قبول ندارن. آقای وایدی، یادداشت می‌کردم، می‌دونم نکات متعددی رو می‌خواید بگید، در اینکه بحث بتونیم دنبال بکنیم، اون جریانی که الان پشت آقای قالیباف هست در سپاه، آیا حاضره که دوباره عقب بنشینه؟ چون یک بار دو بار آقای قالیباف در انتخابات گذشته به دستور حالا رهبری یا به هر شکل دیگه ایشون رو تحت فشار گذاشتن که کنار بره. آیا فکر میکنین یک بار دیگه میتونن کار رو بازی رو دوباره انجام بدن؟ ببینید، من اصلا گمان نمیکنم حتی اگه قرار باشه که انتخابات نسبتا آزادی برگزار شه، رأی آقای قالیباف آنچنان خیره کننده باشه که نشه با یه مقدار جابجایی مسئله رو حل کنند. در میان همین افراد که هستن، ببین همین افراد، من گمان میکنم اگر قرار باشه چیزی تاثیرگذار باشه بر تصمیم آقای خامنه‌ای، که برادرای سپاه هم، برادرای قاچاقچی سپاه هم در این قضیه با ایشون هماهنگ هستن، اینکه اراده چه باشه، اراده این باشه که به دنیا پیام بدن که ما یک رئیس جمهور کاملا بی هویت، بی اختیار و پیاده سیاسی می‌خوایم مثل آقای جلیلی. چون آقای جلیلی ببینید امروز دست آقای جلیلی برای کشورهای بزرگ روئه، چون در چند دور مذاکرات پنج اضافه یک نشون داده که هیچی بلد نیست از سیاست، هیچی بلد نیست. مصاحبه‌ای که ایشون بعد از مذاکراتش با گروه پنج اضافه یک و خانم اشتان داشته نشون داده که ایشون خیلی پیاده سیاسیه. اگر آقای خامنه‌ای و این برادرای سپاه ارادهشون این باشه که به دنیا پیام بدن که رئیس جمهور دیگه واقعا بیکاره است، حتی اون تدارکاتچی که آقای خاتمی گفت نیست، خب به نظرم جلیلی میتونه گزینه خوبی باشه. خیلی هم نگران رأی نیستن، چون بین کسانی که هستن با یکی دو میلیون جابجایی رأی میشه یه نفر برد بالاتر برد پایینتر. در سال 84 با 400-500 هزار رأی نفر دوم و سوم رو جابجا کردن که بتونن
چون دولت خاتمی بود انجام میدادن. اما یه چیزی این تو باتون یادتونه گفته میگه یکی 2 میلیون رای میشه جابجا کرد، وقتی الان دو طرف دعوا در درون سپاه و بسیجین هستن، آیا به راحتی میتونه یه جناح بیاد 2 میلیون رای جابجا کنه و اون جناح دیگه در سپاه هم صداش در نیاد؟ نه خب ببینید همشون این کارو میکنن. ببینید بس بر سر اینه که روحانی هست، عارف هست، ولایتی هست، افراد دیگه هستن. من عرضم اینه که به یک تفاهمی خواهند رسید، چون نگرانی از منافع ملی که نیست، نگران از وضعیت کشور نیست. آیه حقیقی اشاره کردن که چالش‌های امنیتی و اقتصادی وجود داره، هر دولتی باشه این کارو میکنه. واقعیتش در 4 سال اخیر رفتار سپاه به طرف تقویت اقتصادی کشور بود یا تخریبش؟ یعنی اگر کسی با علاقه به منافع ملی، حتی با علاقه به آبرو و حیثیت خودش به چالش‌های اقتصادی نگاه کنه، این رفتار سپاه رو انجام میده. به لحاظ امنیتی سپاه این سالا تقویت شده، به لحاظ سرکوب. یعنی شما ببینید وقتی سپاه از نقش اصلیش میاد بیرون، میره کار قضایی انجام میده، دستگیری انجام میده، میره پروژه اقتصادی رو میگیره و درش دخالت میکنه، تخریبش میکنه، خب این که چالش امنیتی و اقتصادی رو بیشتر میکنه. خب اونها که به این فکر نمیکنن، اینا فقط فکر میکنن که کسی باشه که بیشتر در مشت خودشون باشه. یعنی به نظر من سپاهی ها هم میفهمن که اگر یک کسی باشه که پشتوانه مردمی نداشته باشه، به لحاظ سیاسی پیاده باشه، روزی هم که بخوان تو سر آقای خامنه‌ای بزنن، سپاهی راحت تر میتونن بزنن. یعنی از این جهت من اینطور نیست که حالا سپاهی ها خیلی دلشون بسوزه. این باز میگم سپاهی ها، تاکید میکنم این بخش، یعنی فیروزآبادی، یعنی نقدی، یعنی جعفری، اینا خیلی براشون مهم نیست. به نظر من بله این امکان وجود داره، به خاطری که همشون تو قصه دست دارن. اتفاقا تنها کسی که نقش نداره در انتخابات احمد نژاد. این اشتباهی که برادرای اصلاح طلب ما کردن، گفتن چون احمد نژاد رئیس جمهور تقلب خیلی نخواهد شد، امروز مشخص شد که احمد نژاد کاری ازش ساخته نیست. تا چند روز پیش میگفتش که در نظامی که ولی فقیه است ظلم نمیشه، دیروز گفته ما به خدا پناه میبریم، به لطف خدا امیدواریم. حالا نمیدونم خدا چقدر تمام دنیا رو ول میکنه بیاد بچسبه به انتخابات ریاست جمهوری، نه همه وظایفش بذاره کنار که ما مواظب باشیم مثلا حق مشاهی ضایع نشه، من نمیدونم. البته در سیاست ایران هیچ استانداردی وجود نداره که باز ممکنه 2 روز آخر باز مشاهی هم بیاد، من نمیفهمم. یعنی این چیزا خیلی بعید نیست در سیاست ایران. من خیلی اعتقاد ندارم حرفی که بعضیا میزنن میگن دیروز آقای خامنه‌ای پرونده حکم حکومت رو بس. نه آقای خامنه‌ای اینطور نیست. خامنه‌ای برای اینکه یه روز نشون بده که خیلی نقش موثری داره ممکنه کار رو هم بکنه. اما به نظر من وضعیتی که وجود داره، اولا باز تکرار میکنم، کاندیداها هیچکدوم در یک شرایطی نیستن، خاتمی سال 84 نیستن، 80 و 76 نیستن که انقدر اختلاف رأی زیاد باشه که نشه جابجاش کرد. رئیس جمهور رفسنجانی نیست که به دلایلی خاتمی رو به ناطق نوری ترجیح داد، اون دلایلش مشخصه، یا خاتمی رئیس جمهور نیست که بالاخره دولتش اگرچه وزارت کشورش آقای موسوی داره بسیار ضعیف عمل کرد در انتخابات 84، ولی به هر حال اینطور نبود که بشه 15 میلیون رأی جابجا کرد. دیگه رئیس جمهور آقای احمد نژادی که تسلط به وزارت کشورش نداره، شورای نگهبان داره اجرا میکنه انتخابات رو، برادرای بسیج و سپاه هستن. به نظر من وضعیت یه طور نیست. اولا به دلیلی که اختلاف آرای کاندیداها به لحاظ طبیعی حتی انقدر نیست که موج در جامعه ایجاد کنه، و ثانیا همشون به نحوی دست اندازی دارن و همشون از هم دیگه نقطه ضعف دارن. به گمان من اینها بیشتر از اینکه نگران رئیس جمهور باشن، دارن پیام‌های شفاهی برای همدیگه رد و بدل می‌کنن، که عرض کردم آقای سلیمانی با آقای خامنه‌ای، آقای خامنه‌ای با آقای رفسنجانی، آقای رفسنجانی با آقای ناطق نوری و دیگران، داره پیام‌های رد و بدل میشه برای آینده. به نظر من این انتخابات پرونده‌اش از حالا بسته است. آقای خامنه‌ای خیلی نگران نیست که رئیس جمهور خواهد شد، از بین 3-4 نفری که حالا ممکنه بین سپاهی‌ها اختلاف باشه، هر کدوم بشن آقای خامنه‌ای نگرانش نیست، برای اینکه یک مجلسی وجود داره. این مجلس دولت رو کاملا از قبل فشل کردش، از هم پاشیده. رئیس جمهور حرکت باشه پیشاپیش خودشون اومدن گفتن، آقای قالیباف گفته، دیگران گفتن سیاست خارجی ما ربطی نداره، ما اجازه دخالت نداریم، آقای رضایی گفته. به گمان من این خیلی نگران کننده نیست براشون. فقط ما باید دقت داشته باشیم که بازی مسئله نخوریم. من کماکان معتقدم آقای خامنه‌ای تنها نکته که براش مهمه اینه که با فریب همه جمعیت زیادی پای صندوق‌ها بیان، به دلیل داخلی و خارجی نیاز داره، بقیه‌اش براش مهم نیست. شما اعتقاد دارین چون آقای حقیقی گفتن که به شکل شبکه دولت پشت جلیلیه، شما چنین باوری ندارین؟ من این باور رو ندارم نخیر، و من اعتقاد هم ندارم اصلا تا این لحظه جلیلی کاندیدای اصلی آقای خامنه‌ای باشه. من گمان می‌کنم تا امروز، از ما تا امروز، نقش جلیلی در انتخابات نقش قالیباف در سال 84، فریب افراد همه برن فوشا رو به جلیلی بدن که کاندیدای مورد نظر آقای خامنه‌ای بیاد. فکر می‌کنین آقای ولایتی اون؟ من کماکان معتقدم تا امروز آقای ولایتی کاندید آقای خامنه‌ای. آقای حقیقی فرصت کوتاهی داریم، 1 دقیقه آخرین کلام آخر از شما بشنویم، و اگر میشه خیلی فشرده بگید در چه شرایطی، چه اتفاقی باید بیفته که سپاه و بسیج علناً بیان وارد صحنه بشن در انتخابات؟ اگر مثلا فرض کنید که آقای عارف و روحانی با هم متحد بشن، آقای خاتمی هاشمی تمام قد بیان پشت اونا و یه موجی درست بشه، خب موقع ممکنه وضعیت فرق کنه. ولی در وضعیت فعلی سپاه به نظر من اون شکلی رو که در قبل داشته حداقل در سال 88 نخواهد داشت. و در این حال این نکته رو من باید مایلم اضافه کنم که رد صلاحیت آقای مشایی عذرخواهی شورای نگهبان بود از ملت ایران به خاطر تایید صلاحیت آقای احمدی نژاد در سال 84 و 88. سپاسگزارم از شما آقای
علیرضا نامور حقیقی آی وای دستم تشکر میکنم برای شرکتتون در این برنامه. فیسبوک و گوگل پلاس برنامه رو فراموش نکنید. هفته آینده هم ما بحث انتخابات رو دنبال خواهیم کرد. در طول دو هفته آینده سعی می‌کنیم کاندیداهای مختلفی که الان هستن بررسی بکنیم. موضوع برنامه دوشنبه افق محمد باقر قالیباف هست. تمام برنامه به نگاه‌ها و عملکرد ایشون اختصاص داره. در روزهای بعد هم کاندیداهای دیگر رو دنبال خواهیم کرد. دوشنبه موضوع برنامه محمد باقر قالیباف هست. مهمان‌ها مراد ویسی، مهدی مهدوی آزاد و رضا قاضی‌نوری هستند. افق 8 تا 9 شب ایران.